اگه موهات نازک شدن و دچار ریزش مو شدی تا آخر این کلیپ با ما همراه باش. توی این کلیپ میخوام در مورد 5 راهکار درمانی که برای ریزش مو و تقویت موها وجود داره با همدیگه صحبت کنیم. اولین درمانی که میخوام با همدیگه در موردش صحبت کنیم و ببینیم چه مکانیسمی داره و چه تأثیر رو موهاتون داره، کربوکسی تراپی هستش. کربوکسی تراپی تزریق گاز دیوکسید کربن به پوست سرتون هستش که باعث میشه میزان خون رسانی به اون قسمت سرتون بیشتر بشه و در نتیجه ضخامت موهاتون افزایش پیدا میکنه. دومین روشی که برای تقویت موها استفاده میشه اوزون تراپی هستش. اوزون تراپی هم گاز اکسیژن فعال رو به داخل پوست سرتون تزریق میکنن و همین تزریق گاز اکسیژن باعث افزایش خون رسانی و در نتیجه افزایش ضخامت موهاتون میشه. سومین روش رایج دیگه ای که استفاده میشه مزونیدلینگ هستش. مزونیدلینگ در واقع با سوزنهای خیلی ریزی روی پوست سرتون خراش ها ایجاد میکنن و داروی مزو رو روی اون خراش ها ماساژ میدن و همین مکانیزم باعث میشه که علاوه بر این که داروی مزوتراپی با اون خراش ها وارد پوست سر میشه، میزان خون رسانی هم افزایش پیدا میکنه و بعد از شما چند جلسه مزونیدلینگ افزایش ضخامت موهاتون رو میبینید. چهارمی روش دیگه ای که معمولا به انجام اون توصیه زیادی میشه PRP هستش. برای انجام PRP 20 تا 30 سی سی خون از دست شما گرفته میشه و این خون وارد دستگاه به نام سانتریفیوژ میشه، پلاکت خون شما جدا میشه و با سرنگ های خیلی ریز انسولین به داخل پوست سرتون تزریق میشه. مکانیسم اون هم این هستش که چون پلاکت وارد پوست سرتون میشه، موها به اندازه کافی تغذیه میشن و تا حدودی باعث افزایش ضخامت موهاتون میشه. PRP خیلی مناسب هستش که در 10 روز اول بعد از کاشت مو انجام بشه، چون خاصیت اصلی پلاکت ترمیم زخم هستش و برای زخم‌های بعد از کاشت گزینه خیلی خوبی محسوب میشه. پنجمین روشی که میخوام باهاتون در مورد صحبت کنم مزوتراپی هستش. خب اصلا مزو چی هست؟ دارویی هستش که سرشار از ویتامین های مورد نیاز موهاتون هست. شما با انجام مزوتراپی کامل این ویتامین های مورد نیاز مو رو بهش میرسونید و با افزایش ویتامین های مورد نیاز مو به مرور زمان بعد از 3 جلسه ریزش موهای شما خیلی کمتر میشه و ضخامت موهای شما افزایش پیدا میکنه. توصیه‌ای که خود من برای مراجعینم دارم این هستش که حداقل به مدت 10 جلسه مزوتراپی رو با ویال های اصل دارویی انجام بدن و به مدت 3 ماه از مکمل های تقویتی که برای موهاتون مناسبه مثل یونیزینک و هرویت هم استفاده کنن. این درمان دو جانبه باعث میشه که ریزش موهای شما کم بشه و ضخامت موهای شما افزایش پیدا کنه. امیدوارم اطلاعات این کلیپ براتون مناسب باشه. لطفا این کلیپ رو ذخیره کنید تا دوباره بتونید اون رو ببینید و از اطلاعاتش استفاده کنید و این کلیپ رو برای دوستانتون که ریزش مو دارن و راه های درمانی رو نمیشناسن ارسال کنید.